دوستان سلام و عرض ادب، خیلی مخلصم. آقا بریم سراغ خبرها و اتفاقات و حاشیه‌های بعد از دربی 102. آقا یه بار نتیجه بازی به دلخواهشون نبود لونگیا، تازه اونم به کمک VAR. از زمین و زمان دارن شکایت میکنن. تو لیستی که پیروزی ازشون شکایت کرده در ادامه میبینی فقط اسم عمه خدا بیامرز من دیده نمیشه. پیروزی یه شکایت دیگه از استقلال ثبت کنه میتونه یه ستاره دیگه به ستاره قلابیش اضافه کنه. آقا تو لیست شکایتی ها میبینیم که اسم سعید اکبری مدیر رسانه استقلال، جواد نکونام سرمربی استقلال، علی سامر سرپرست استقلال، حسین حسینی کاپیتان استقلال، روز بهچشمی بازیکن استقلال، مود بنیادی فرد داور دربی، خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران، داور عراقی، داور وی ای آر، محمد رضا احمدی گزارشگر دربی، علیرضا فقانی کارشناس داوری، علی شجری ماساژور استقلال و محمد نوری پیشکسوت استقلال تا الان لونگ از اینا شکایت کرده. حالا ما همه اینا رو میتونیم درک کنیم. آخه خداداد افشاریان نامرده، بابا یکم نمک نشناس نباشید. حالا اینکه افشاریان رو با کی اشتباه گرفتن که میگن شادی کرده به کنار. تا حالا به این فکر کردین که چرا موقع پنالتی گرفتن برای استقلال شروع کردن فیلم گرفتن؟ و توی فیلمی که با خوشحالی میپره کول افشاریان. تازه یک نکته خیلی عجیبتر این که بلا فاصله که فیلم اومده تیت زدن خوشحالی افشاریان. یعنی اول صبر نکردن وایرال بشه، مثلا بنویسن واکنش افشاریان به اعلام پنالتی توسط وی آر برای استقلال، بعدش شروع کنن مثلا جو بدن. اجازه بدید یکم طبیعی باشه. چجوری تا فیلم اومده بیرون تیت زدید خوشحالی افشاریان؟ خودتون خندتون نمیگیره خدا وکیلی. حالا این همه برنامه میچینید عجولانه گند نزنید بهش، یکم مراعات اون دوم خروس رو بکنید. هر دفعه میزنه بیرون تازه طلبکارم هستید. این روزا یا داره پیام سهام عدالت میاد یا شکایت پرسپولیس. بابا والا به خدا فقط مونده که بید از آبدارچیه باشگاه شکایت کنید. با مزم شدی؟ والا به خدا فقط مونده الان کارشناسه شیتیل بگیر بیان این عکس آرش رضاوند رو نشون بدن و بگن بله چون پای آرش رضاوند رفته تو فلان جای نعمتی باید اخراج میشد. الان من موندم چرا از آرش رضاوند بابت این عکس شکایت. و در ادامه یحیی گل‌محمدی گفت داور عراقی رو از کجا آوردن؟ داور عراقی خب از عراق آوردن دیگه. در ادامه یحیی گل‌محمدی برگشته گفته که وی ای آر نیاید فوتبال زیباتر می‌شود. می‌تونیم پیروزی رو اولین تیم مخالف وی ای آر در جهان بنامیم. دلیلش هم خب کاملا به خودشون ربط داره، هیچ کس هم نمی‌دونه. مثلا که به خاطر اینکه توپ میره تو دروازه می‌کشن بیرون گل قبول نمی‌کنن. گل می‌زنن 6 متر تو آفسایدن داور قبول می‌کنه. اهمیت وار یعنی همین. اگه وار بود فراد مجیدی 2 سال پیش شاید چند هفته زودتر قهرمان میشد. اگر وار بود فصل قبل ساپینتو حداقل یه جام میگرفت، شاید هم اصلا هنوز سرمربی استقلال بود. اگر وار بود همین فصل بازی سپاهان رو نمیباختیم. هرچند با وجود وار یه سری صحنه ها رو برای اون پنالت نگرفتن، مثلا صحنه همین صحنه مهدی ترابی. همین صحنه مهدی ترابی تو فوتبال هند اتفاق افتاد، اصلا به وار هم نرفت، درجا داور پنالت گرفت. هرچند هندی‌ها که فوتبال ندارن لونگیا میگن بابا اونا اصلا فوتبال ندارن، داور ندارن، کمک داور ندارن، اصلا نمی‌فهمن فوتبال چیه. شما همون گلی که الونگا بهشون زد تو جام قهرمانان آسیا، بهتون قول میدم اگر گلی که الونگا بهشون زد ما میزدیم 10 برابر از حجمی که الان وجود داره وجود میداشت. سرپرستشون برای فوتبال تاسف میخورد، مربیشون میگفت خطای واضح گرفته نشد، هواداراشون طبق نظر 4 تا کارشناس شیتیل بگیر میگفتن باخت ما کار دستهای پشت پرده است، مدیرشون تقاضای پخش شدن مکالمات رو میکرد، مجری و خبرنگارا و حامیاشون هم که یه جوری مرثیه سرای میکردن که نگم براتون. همه اینا فقط برای اینکه میدونن تو آسیا این حرفا به هیچ جای هیچ کس نیست، اصلا مطرحش نمیکنن. اما تو ایران با هوچیگری و فشار در آینده از امتیازات خاص برخوردار میشن. چرا؟ چون براشون بازیه مثلا برده رو مساوی کردن، اونم با کمک وار. اصلا برای همینه که از امید آلیشه بعد دربی پرسیدن که اگر میتونستی یه قانون رو از تو فوتبال حذف کنی کدوم قانون بود؟ درجا جواب داد میتونستی یه قانون داوری یا یه قانون فوتبالی رو تغییر بدی؟ اولین وی ای آر رو کلا لغوش. بله آقای آلیشا، شما وار رو لغو نکنی کی لغو کنه؟ که هرچی ضربه خوردی از این وار لعنتی بوده، چه تو آسیا چه تو داخلی. خدا وکیلی حیفه توی این پادکست ویدیوکست هرچی که اسمش هست نپردازیم به این مجری دلغک دیگه، نبینم با وار نمک بریزی ها. حیف خدا وکیلی مسابقه هاشمی نسب رو نمیدیم. هاشمی نسب همچنان داره لونگیا رو میسوزونه. بریم مسابقه هاشمی نسب رو ببینیم. بازیکنای حریف گل خوندن که استقلالی‌ها بعد از حالا تساوی شادی کردن. خب برگردم به بازی 9 دی ماه 79 بعد از اینکه علی کریمی گل دوم زد، شما اون صحنه رو ببینید که خوشحالی دوگه چجوری همون دیگه که بعد از گل من که زدم اون خوشحالی رو ببینید، کادر فنی و بازیکن‌ها و
ملق زدن ها و اینا، خوشحالی ما در مقابلش چی نبود. ما اتفاقا تو رفترمون همه ناراحت بودن. روزی وقت فقط میخوره علی کریمی دو مساوی میکنه. سوالی خیلی ذهن منو درگیر کرده، چجوری میشه ساپینتو رو به خاطر یه اتهام دروغین پرتاب آبدهن 4 ماه محروم کردن در حالی که هیچ تصویر یا فیلمی برای این موضوع راه ندادن؟ بعد الان آقای گبلیسیانی خیلی راحت فیلمش هم هست آبدهن پرت میکنه به سمت صالح هردانی، هیچ کس صداش در نمیاد. آیا کمیته انضباطی جرأت برخورد با جرم مشهود گبلیسیانی که فیلمش هم موجوده رو داره؟ چرا خودشونو زدن به خواب؟ کمیته اخلاق و انضباطی فدراسیون فوتبال در برابر این حرکات خودشونو به خواب کامل زدن. ما از مدیریت باشگاه انتظار داریم یه ذره غیرت نشون بده، از بخش حقوقی باشگاه یه ذره عرضه نشون بده، این بی‌احترامی که به هوادار آبی کردن و شکایت کنه و بی جواب نذاره. بازیکنشون میاد آبدهن پرت میکنه. من خواهم حکم شرعی پرتاب آبدهن چیه؟ چرا هیچ کس صداش در نمیاد؟ بعد جالب اینجاست که صدور حکم شهرابت به هفته آینده موکول شد. چجوری میشه شما جواد نکونمو درجا بهش حکم میدی بعد اتفاقات به این مهمی انداختی یه هفته دیگه؟ در ادامه بریم صحبت دکتر سمیعی رو گوش کنیم که شبکه 6 حسابی خوب تاختن. دو بخششو خیلی خوشم اومد. بریم این دو بخشو با هم ببینیم. اعتقاد دارم نهایتاً وی آر به نفع فوتبال ایرانه. چرا آن موقع این است که دیگه تیم‌هایی نمیتونن، هر یک تیم ایران با اشتباهات داوری برن به فوتبال آسیا و اونجا با کمک داور ویدئویی و از مسابقات حذف بشن. تیم‌ها نمیتونن در 12 هفته از بازی‌ها 3 گل آفساید بزنن، نمیتونن یک گلی که 2 متر داخل دروازه‌شون شد در داور به حساب نیاره. بله. و نمیتونن پنالتی اشتباه بزنن. شدید بطری‌ها داشتیم که در فرمایش شما مدار خالی بود. بله. شاید اگر تیم دیگری بود بازیکناشون به زمین میافتادن، دوتاشون بیمارستان میرفتن، اما بچه‌های ما شرافتمندانه زیر اون پرتاب شدید بطری ها بازی رو ادامه دادن. نه. در مورد ما باید یاد بگیریم سمت هواداران حریف نریم، با انگشت دست علامت بسیار بدی رو نشون بدیم. نباید بریم رقص بکنیم جلوی هواداران حریف، نباید پیراهن رو بگیریم و بدویم طرف طرفداران حریف و تحریکشون کنیم. اینا چیزهای ابتدایی فوتباله که باید ما یاد بگیریم. بعد شما ببین آش چقدر شور شد، همین فقانی که خودش سابقه ناداوری تو دربیو داره به نفع پیروزی کلی صحنه رو گرفته، برگشته گفته آقا حامدی فر نباید اخراج میشد، تکل حامدی فر اخراج نداشته. اینا کسایی هن که میگفتن آی باید وی ای آر بیاد، آی باید وی ای آر بیاد. حالا که وی ای آر اومده به ضررشون شده میگن وی ای آر اصلا وجودش فوتبال رو زشت کرد و نیاد بهتر و باید لغو بشه. و حسن ختام برنامه بریم خوشحالی دوست دختر یامگا بعد گلزنی عشقش یامگا که عشق ما هم هست مقابل پیروزی ببینیم و شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. آقا دمتون گرم، مرسی که حمایت می‌کنید. اگر از این پادکست، ویدیوکست، هر چی که اسمش از خوشتون اومد حتما لایک کنید، یه کامنت ریز، یه قلب آبی برام بذارید. دمتون گرم، خدا نگهدار.